همراه هستیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از تورنتو کانادا. خیلی خوش آمدید آقای اسماعیلیون. چرا خانواده از مقامهای کانادا خواستن سپاه پاسداران رو گروه تروریستی معرفی بکنه؟ چقدر این موضوع میتونه در پیش برد و پرونده موثر باشه و به چه شکلی؟ برنامه‌ای که با در وبسایتمون ps752justice.com گذاشتیم، در واقع 5 تا از مهمترین خواسته های انجمن خانواده ها مطرح شده که دو تای اون مربوط میشه به تحریم کردن سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی به صورت هدفدار، به طوری که اگر که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و اگر مقامات جمهوری اسلامی، مقامات نظامی و دولتیش تحت قانون مگنتسکی قرار بگیرن، اموال و حساب‌های بانکیشون در کانادا مسدود خواهد شد. به نظر ما برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی یکی از راه‌های کانادا اختیار داره. چقدر فکر می‌کنید مورد استقبال قرار بگیره و مقامات کانادا این کار را انجام بدن؟ این خواسته و خواسته‌های دیگه مدتی هست که از سوی انجمن خانواده‌ها مطرح میشه. دولت کانادا از طرف دیگه میگه که من تمام گزینه‌ها روی میز هست که من بخوام استفاده بکنم، ولی ما معتقدیم که زمانش حتی دیر شده و شاید همین امروز باشه که بتونن برای گرفتن حقیقت از جمهوری اسلامی اونها رو تحت فشار قرار بدن. در مورد امکان دریافت اقامت هم صحبت شده، خانواده ها چی میگن؟ چقدر محتمل هست؟ چقدر استقبال کردن خانواده ها؟ من فقط اصلاح بکنم که قانونی که امروز در واقع ابلاغ شد به خانواده ها فعلا فقط شامل خانواده های عزیزانی است که شهروند کانادا بودن یا اقامت دائم داشتند و متاسفانه هنوز شامل تمام مسافرین عزیز این هواپیما نمیشه، ولی به هر حال باعث دلگرمی هست برای خانواده هایی که بسیار تحت فشار بودن در ایران یا هستند و ما امیدواریم که مقدور بشه برای تمام خانواده ها که بتونن از این فشار رها بشن و در واقع در مملکت امن‌تری زندگی بکنن.